حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب اگراری تاجیکستان دو حزبی که در پارلمان نفوذ زیاد دارند و تبلیغات نامزدهایشان به مقام پرزیدنتی هم از دیگر احزاب زیادتر است. پشت این درها در بنای اینستیتوت خاکشناسی اکادمی علمهای کشاورزی تاجیکستان ستاد پیش از انتخاباتی نامزد حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیف زاده واقع است. حالا ما میرویم ببینیم که در ستاد چی وضع است و آنجا کیها هستند. میان این بناها یافتن ستاد انتخاباتی حزب اگراری آسان نیست، چون جای به سمت آن اشاره نشده است. ستاد رستم لطیف‌زاده آن در این بنا بوده است، در آشیانه سوم و در دو اتاق. تنها رهبر دستگاه حزب اگراری و یکی از اختیاریان را پیدا کردیم. اعضایان ستاد کمیته مرکزی هست، این در مرکز. بغیر از این ستاد در شهر دوشنبه و شهر و ناحیه تابع مرکز. ستاد ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ستاد ما در ولایت ختلان، ستاد ما در ولایت سوخت. پرزیدنت آینده ما، این لوحه با عکس های رستم لطیف‌زاده و با زبان روسی در ستاد آویخته شده است، پدیده ای که بجز حزب حاکم در ستاد دیگر نامزدها دیده نمی شود. نامزدهای حزب در دو انتخابات گذشته با رأی ناچیز شکست خورده بودند. پشت سر من بنای کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان جاگیر شده است. در قیاس به ستاد دیگر نامزدها، ستاد انتخاباتی حزب حاکم فعالتر به نظر می رسد، هرچند جوش و خروش زیاد در اینجا هم دیدن نمی شود. ستاد در مجلسگاه جایگیر شده است. در دیوارها بجز عکس نامزد حزب امام‌علی رحمان، معلومات درباره چهار نامزد دیگر نیز نصب شده است. معلوم نیست که هدف از این کار چیست. وظیفه نوبدار ستاد پاسخ دادن به زنگ‌های تلفنی و مکتوب‌ها بوده است. مسئولان حزب گفتند در منطقه آن ستادهای مانند به این فعال شده به تبلیغ نامزدی امام‌علی رحمان مشغولند. وظیفه اساسی ستاد حزبی ما این به تنظیم در آوردن فعالیت حزب و براه ماندن فعالیت تبلیغاتی ما. حزب حاکم خلق دموکراتی نامزدی رئیس جمهور امام‌علی رحمان را دیگر بار به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده است. منتقدان حزب خلق دموکراتی را به آن متهم می‌کنند که از امکانات‌های دولتی برای کارزار تبلیغاتیش استفاده می‌کند، هرچند مسئولین حزب بارها این ادعا را رد کردند.